آقای مسعود سلام بر شما. آیا با رهبران جبهه مقاومت تماس دارید؟ وضعیت چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما. بله، ما در تماس تقریبا لحظه بر لحظه هستیم. مطمئن شما میدانین که بعد از او که فشار زیاد آمد و طالب ها و یک تعداد گروپ های تروریستی که در اونجا بودن اینا جمعا آمدن، بالاخره خط دفاعی جبهه را به شکل جبهه اینا شکستاندن، آمدن تمام امو خط موتر یا خط در واقع امو سرک پر پنشیر گرفتن و بعد از اون اینا تلاش کردن که بتانن که افراد جبهه مقاومت پیدا کنن، اما دیدن که بجای از اون افراد ملکی را پیدا کنن در قریاجات که شما شاهد هستین، دنیا شاهد است که اونا به یک نوع قتل عام دست دارن. در قریه مختلف در واقع اینا کشتن و سر بریدن و بسیار جرأت کلان کردن و فکر کردن که ما میخوایم انتقام بگیریم و به این ترتیب نشان بده که در خون جبهه مقاومت حاضر. در حالی که تو نیست، شما میدونید که جبهه پنشیر قرار است که عمو خود جغرافیای پنشیر به شدت بزرگ است، درهای فرعی دارن و به هزارها نفر از افراد جبهه مقاومت در اونجا جابجا هستند. شما دیروز پیروز آقای ریگستانی صداش شنیده باشین و بالاخره در اونجا باز جنگ ها اتفاق افتیده در این طرف. یعنی جبهه مقاومت به شدت به اون آمادگی خود داره به عملیات بعدی و درست است که مردم متواری شده، مردم واقعا رنج دیدن و غذا را قطع کردن، مواد غذایی را قطع کردن، مواد اولیه را قطع کردن، برقش را قطع کردن، تلفن های گپار قطع کردن و هر جنایت که از دست طالب آمد اونا انجام دارن. حتی به خود زیارت حامی صاحب شهید قهرمان ملی هم رحم نکردن و رفتن اون را شکستان به اون ترتیب و بی‌حرمتی کردن و این در واقع تمام عمو اخلاق سیاسیشان نشان میده که اینا از چی ماهیت برخوردار هستن که وقتی شما به یک شهید، به یک کسی که نیست، به او احترام نگذارین. اما جبهه مقاومت فضل خدا هست و مقاومت خود ادامه میده. شما شاهد بسیار کارایی در آینده بسیار نزدیک میباشید. شما با عنوان کاکای احمد مسعود چرا در کنارشان نیستین؟ خب ما یک جای بودیم، وقتی که در کابل بودیم یک جای بودیم، شبی که کابل سقوط میکرد هم ما یک جای بودیم و در واقع در اون شبه که در کابل سقوط میکرد در خانه خودم و در منزل خودم تمام یک تعداد از اون فرماندهان مقاومت، فرماندهان جهادی یک جای شده بودن. آقای احمد مسعود بودن، احمد سیا مسعود بودن، قانونی سر بوده، آقای زدیار بوده، یک تعداد زیاد بودن، تقریبا در حدود 200 نفر بودن. تمام تلاش این بود که چطور اگر طالبان میان ما چی کار باید بکنیم و در اونجا در واقع مجلس از هفت شام تا 12 شب داشتیم سر این مسائل فکر کردیم برخم. و در اون مجلس توافق صورت گرفت، خب یک دعوتی که از طرف پاکستان شده چی باید بکنیم. بالاخره همه توافق کردن، من جمله احمد مسعود و تمام کسایی دیگه توافق کردن که ما همچنان بریم با پاکستان هم یک دیالوگ، یک گفتمان ایجاد کنیم، ما بتونیم که از این تراژدی که میاد ما جلوگیری کنیم و مسئله صلح هست، باید قطعا در با پاکستان رو در رو باید صحبت کنیم، گپ بزنیم و تعدادی که در داخل افغانستان هست اینا آمادگی مقاومت باید بگیرن. یعنی تقسیم وظایف صورت گرفت در محضر کلی و توافق جمعی صورت گرفت و فرداش که ما میرفتیم اون طرف و فرداش در واقع کابل که سقوط کرد ما دقیق نمیدانستیم، ما در طیاره بودیم، وقتی که بعد شما بود رسیدیم فهمیدیم کابل سقوط کرده به اون ترتیب و آقای احمد مسعود رفتن و پنشیر ما اون طرف رفتیم، ما در مذاکره بودیم، ما دیدیم که کابل سقوط کرده، اونا اون طرف رفتن. در غیر اون طرف خوب مطمئن که رهبرای افغانستان دمیه دم خور کابل بودن، مانند تعداد دیگه شاید در خور کابل میبادن یا به جهات میرفتن و مقاومت تشکیل میدادن. بله ما هستیم، ما بودیم، ما در عمر خود بودیم و هیچ جایی نرفتیم. چرا شما دوباره برنگشتین؟ خب من اعمال فعلا آمارگی دارم باید بر بگردم. همین که رسیدم در اینجا یک سلسل کارا بود که گپا رو تمام کردیم، یک صحبت هایی بوده، یک گپ هایی بوده با مراجع مختلف گپا، همین فعلا آمارگی دارم که دوباره بر بگردم. شما فعلا کجا هستین؟ فعلا لندن هستیم. طالبان مدعی هستند که داری پنشیر به دست گرفتن، آیا رهبران جبهه مقاومت همین اکنون در پنشیر هستند یا بیرون از افغانستان رفتن؟ ببین ادعای طالبا اما ادعای روسا وارستن، ادعای طالبا ادعای قبلی خودشان وارستن، ادعای طالبا ادعای رژیمایی بوده که در مقابل پنشیر اونا جبهه گرفتن. یادتان هست که در وقت روسا وقتی که رژیم خلقی میگفت که ما جبهه پنشیر محو کردیم،
مسئولم از بین برده. یک کسی نیست در اونجا. همین داستا کمون دا تکرار به تکرار به تکرار شده. مری جبهه مقاومت در پنجشیر در مدت 14 همیشه که در واقع سمبول مقاومت شده. وان در واقع این مقاومت هم از جغرافی بیرون شده من هست یک دایی ملی تبدیل شده. مقاومت به خاطر آزادی است و این فقط متعلق به پنجشیر هم نمیشه. متعلق به تمام مردم افغانستان است. پس به اون نسبت بله رهبرای مقاومت در اونجا هستن تعدادشان. تعداد مردمشان در اونجا هستن. و این مقاومت یک دایی کلان است، یک رسالت کلگی است. از این هیچ کس سرباز نمیزنه. کشور ما اشغال شده توسط تروریست، توسط اونم طالبی که شما میبینید. ما کشور رو باید پس بگیریم. چی زنده باریم، چی بمریم، این راه ماست. و غیر از دیگه چاره هم نداریم. وطن ماست، خانه ماست، ناموس ماست. پس به اون نسبت ما قطعا در این قسمت چیز هستیم. کلان مصمم هستیم. یعنی شما به این باور هستین که تمام پنجشیر تا به حال طالبان نگرفتن و رهبران جبهه مقاومت هنوز هم در پنجشیر حضور دارن؟ بله، تمام پنجشیر که ممکن نیست. تمام پنجشیر روسا نگرفتن. تمام پنجشیر طالبان در 5 سال حکومتداری خود نگرفتن. تمام پنجشیر هیچ کس به اون ترتیب نگرفتن. ممکن نیست به اون ترتیب. پس به اون نسبت است که بله وجود داره. بله هزاران نفر کسایی که مقاومت به وجود دارن. همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم به هزاران نفر از سر تا سر افغانستان گفته که ما میخوایم در جبهه باشیم. به هزاران نفر از سر تا سر افغانستان گفته که میخواد که اینا در واقع جبهات مقاومت ایجاد کنند در جای دیگه افغانستان. امرالله سالی هم در جبهه مقاومت حضور داشت، اما حالا گفته میشه که به تاجیکستان رفتن. در این باره معلومات شما چی است؟ این فقط یک خبری نیست که اون رقم که شما شنیدین من هم شنیدم. تا جایی که من میرسم در داخل بودن. حالا فقط فکر میکنم چند دقیقه بیشتر هم میگه پامل که من باید این را یک دفعه تحقیق کنم. قسمی که شما اشاره کردین مدت زیادی راه مواصلاتی بسته بودن و شبکه‌های مخابراتی قطع بودن، آیا شما با پنجشیر در تماس بودین؟ وضعیت بشری که شما اشاره کردین از کوچ اجباری مردم و از تلفات غیر نظامی ها گزارش های دست به دست میشه، معلومات شما در این باره چی است؟ به شدت طالبا به این جنایت ادامه میتن. کوچ اجباری مردم در سرخط کارشون قرار دارد و بساطها نفر بساطها خانواده اینا کوچ اجباری دادن. جنایتشون در هر طریق در واقع ملموس است و مردم نمیمانه که نزدیک امو خود جسرای مرده هایشان شود، از خانواده شود، مردم نمیمانن. و در بعض قریه ها اینا چی کردن؟ حتی اطفال گرفتن عذاب دادن و خواستن این بنمایش بکنن که ما این تو جنایت بکنیم. تروریست یعنی همین دیگه. تروریست یعنی که بخواهد که ترور خلق کنه، وحشت خلق کنه در بین مردم. به شدت این مسائل اینا این کار کردن و فعلا هم ادامه میکنن. طالبان گفتن که با کمک شماری از فرماندهان محلی وارد پنجشیر شدن. میشه بگویید که فرماندهان محلی کیها هستند؟ ممکن است که کسایی داشته باشند که بعضی جزوهشون کار کرده باشند، یعنی در هر جبهه یک امر طبیعی است کار کرده باشند، اما تا هنوز به اون ترتیب روشن بله راپورو گزارشات به ما رسیدن، اما تا وقت قطعی نشه ما نمیتونیم در قسمت نام ببریم یا کسی رو بگیریم. بله در هر جبهه هر جنگ ایگر یک امر طبیعی است. برخی منابع گفتند که مذاکرات بین جبهه مقاومت و گروه طالبان دوباره آغاز شده، آیا در این باره شما اطلاع دارید؟ نه خیر، تال آغاز نشده، به اون ترتیب نیسته فعلا. اصلا خود طالب ها و طرف از اون قطعا و فکر صلح را ندارن. شما میدید در مدت 1.5 ساله که پروسه صلح شروع شده با حمایت جامعه جهانی، اونا قطعا در عین حال لشکرکشی میکردن و آمادی لشکرکشی در سر تا سر افغانستان بودن. طالب ها بخاطر صلح نیستن، اینا فرشته صلح نیستن، پیامبر صلح نیستن. اینا فقط تمام حربشان همیست که باید جنگ کنه و از یک ایدئولوژی بسیار منحط افراطی خود استفاده کنن، کسای دیگه را بیان از سر تا سر جهان تا بتن افغانستان مرکز امن تروریسم بسازن. طالب به خاطر صلح ساخته نشده و اون قطعا صلح نکرده. در طول این دههایی که ما میشناسیم که هیچ وقت طالب به صلح کنار نامده. گزارش های وجود داشت که جبهه مقاومت با شماری از کشورهای خارجی تماس گرفته به خاطر که کمک بکنن جبهه را، و آیا شما اطلاع دارین که چند بار جبهه با کدام کشورها تماس گرفته در این راستا کمکی به اینا صورت گرفته یا نی؟ ببینین مسئله مقاومت مسئله یک ارزش کلان است. فعلا به یک دایی کلان ملی و یک بودایی کلان بین‌المللی تبدیل شدن. به اون نسبت مطمئن هر کسی کمک میکنه به این جبهه در واقع به خاطر آزادی کمک میکنه، به خاطر دفاع از انسانیت کمک میکنه، به خاطر جنگ ضد ترور کمک میکنه. تا هنوز کمک به اون ترتیب صورت نگرفته، اما مطمئنم که پیشنهاد ما، دعوت ما یک دعوت کلان عمومی است. دعوت ما پنهانی هم نیست، دعوت عمومی است که به خاطر آزادی در افغانستان و زدن اشغال و زدن ترور در افغانستان به مردم افغانستان به ما به جبهه مقاومت باید کمک صورت بگیرد.
شماری از رهبران جهادی که اکثرشان در بیرون از افغانستان هستند گفته میشه تلاش دارند تا یک موضع واحد در قبال حوادث افغانستان بگیرند. آیا شما هم در این جمع هستید؟ اگر هستید چه برنامه روی دست دارید؟ مطمئنن که یک موضوع جدید است که تعداد میخواهند در واقع بیان و در چارچوب جبهه مقاومت حمایت خود اعلان کنند. جبهه مقاومت یعنی یک مسئله است که مطمئن استقبال میکنیم، استقبال شدن و دیده شود که در چند روز آینده چی صورت میگیره. اما همه گی نه تنها رهبران جهانی بلکه شما میبینید که در سر تا سر افغانستان، حتی در سر تا سر جهان، تمام مردم افغانستان در روی یک جبهه واحد دارن که مقاومت به خاطر آزادی رسالت کلگی میدانند و کلگی میخواهد که از این حمایت بکنه. بازم سوال پیشتر ما میخواییم تکرار کنم، آیا کشور نهاد سازمانی آماده شده که با جبهه مقاومت کمک بکنه؟ ما دعوت کردیم، تا هنوز گفتیم که عملا صورت نگرفته، اما دعوت ما عام است به کل دنیا، به کل جهان آزاد که بیان که از مردم افغانستان که فعلا زیر پای توریسم پایمال میشه از این حمایت بکنیم. آیا مقامات پیشین حکومت که اکثرا بیرون از افغانستان هستند آماده شدن که با جبهه مقاومت بپیوندن؟ فعلا بله، تعداد زیادشان تماس گرفتن، تعداد زیادشان آمادگی نشان دادن. همین فعلا شما که میبینین در واقع کسایی هستن که بیرون از چیز هستن، کسایی هستن در واقع فعلا هم امورات دولتی پیششان هستن و اونا آماده حمایت هستن از جبهه مقاومت. یک گفتم اون رقم گفتم یک دایی کلان هستن، یک دایی در سطح افغانستان هستن، دایی عمومی هستن و تعداد زیادشان آماده شدن که با این جبهه حمایت بکنن. آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، آیا از با جبهه مقاومت ارتباط داره؟ آیا از جبهه حمایت میکنه یا خودش مستقلانه در گفتگو با گروه طالبان است؟ او که متعلق فعلا با ما نمیشه، در یک جای هستن که در قید طالبان هستن و شاید اراده هم به اون ترتیب نداشته باشه که بخواه یک اظهار کنن و فعلا امور خودش اصفال کنن. من نمیتونم نیات از اون کمرا چی برنامه دارم. همزمان با اعلان حکومت طالبان، کابینه خود اعلان کردن جبهه مقاومت ملی هم اعلامیه را نشر کرد که اونام گفتن که قرار است یک حکومتی را که به خواست مردم باشه اعلان بکنن. در این باره میشه نظرتان بگوین؟ آیا چنین کار را روی دست دارن و چه وقت اعلام خواهد شد؟ ببینید، اما کس که شما در جنان هستیم، تمام مسئله به این بود که چرا کم بتانیم که یک اداره با وجود بیایه که بتانه پروسه انتقال سپری کنه و بالاخره بریم به طرف یک حکومت همشمول. همین بوده قبلا در افغانستان و جهان هم به این آمادگی داشتن. مطمئنم که طرف جبهه مقاومت هم با خصوص حال کسایی که امروز هم شما گفتین، کسایی که از حکومت هم باقی مانده و یک مقدار مشروعیت نسبی هم دارن، اینا مطمئنم که یک پیشنهاد حتما می داشته باشن. امکان داره در چارچوب حکومت تماشه، در چارچوب یک اداره که بتانه که وضعیت انتقال به یک حکومت تنظیم کنه، امکان داره این اعلان بکنن. اما گفتم که پیش از وقت است مسئله دیگه پا صحبت کنم و خوب است که یک مرتبه که این مسئله عملی شد با صحبت شما بگنم. چون این ترکیب شکل گرفته، یعنی کارهای ابتداییش پیش رفته؟ فعلا تمام حواس در واقع تمرکز به میداره که چرا هم باید بکنیم. چرا حکومتی که طالبان اعلان کردن برام حکومت موقت، همه میدونیم که اخفره بسته، همه میدونیم که حکومت قطعا نمایندگی از افغانستان نمی کنن. این فقط از یک طرف است، از یک حزب است، با یک مفکوره است، از یک تئولوژی نمایندگی می کنن و مناسبی از این در لست سیاه جامعه جهانی هستن و نصف دیگه هم در واقع اینا دوسیا دارن. و اون ترتیب ممکن نیست که بتانیم این یک میکنه به خوب به خاطر انتقال قدرت یا حکومت موقت بشماریم. ناممکن است. و به اون خاطر است که اکثر کشورهای جهان از این که بیان نزدیک به یک حکومت اینا دوری میگذرن. حتی کسایی که نزدیک به طالبا بودن اینا دفعه جرأت نمیکنن که بیان امیر بگن که اگر به درست هستم. اما در این حال طالبا مشکل خود دارن. چرا اونا جور نمیان؟ از قبایل مختلف هستن، به رقم با هم جور نمیان. مشکلات درونیشون به شدت زیاد شده، کلان شده. گرچه دوستان خارجیشان تلاش میکنه که بتونه که اینا رو نزدیک بسازن، اما جور نمیان. یکی از دلایل که این رقم یک حکومت به این طریق یعنی یک چیز عجیب غریب ایجاد شده به خاطر که جور نمیان. ما گفتن خب در مرحله اول ما میتونیم شما رو بعض موقت بیاریم تا بتونیم دنیا رو فریب بدیم، یک مقدار شناخت بگیریم. ما در مرحله دوم دنیا رو وعده میکنیم که موقت است، باز در مرحله دوم میریم به حکومت. فقط کلش یک فریب هستن، اونا هم جور نمین و ندارن همی ظرفیت کتابتان یک حکومتی به ایرخ هم ایجاد کنن. تشکر بسیار زیاد. لطف شما. سنگه باشید شما.